سلام و درود بینندگان گیرامی امروز بیستومی دکبری سالی 2023 است و من در ستوریه با شما هستم فیروزی هایید اینه خبرهای مهمی تاجیکستان را پایگیر خواهیم کرد با ما بیمانه آخری ماهی جاری رحمانوف بر روسیه سفر میکند چرا؟ گز در تاجیکستان کمی ارزان شد راکی را چی؟ ملاقات سفیر ایران با رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسانه های داخلی کشور 20 دکبری سال جوری با تکیه به کاتب مدبات پریزدین خبر دادن که امال رحمان در آخرین ماه جوری بر روسیه سفر کردن است. گفت همیشه 26 دکبری سال جوری در شهر سنگ پیتربورگ روسیه نشست غیر رسمی رهبران کشورهای اتحادیه دولتهای مستقل برگزار می گردد و قرار از رحمانوف نیز در این نشست شرکت کند. عبدالفتا شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با رسانه‌ها گفت که عملی رحمان دو روز 25 و 26 دکبر در پایتخت فرهنگی روسیه خواهد بود اما تا حال رسانه‌های رسمی دولتی درباره این سفر آینده رئیس جمهور و برنامه آن اطلاعات نشر نکردند و دقیقاً معلوم نیست پوتین که کمتر از یک ماه پیش با سران کشورهای آسیای سر مرکزی ملاقات کرده بود باز بانها با چی گفتن میخواد؟ танҳо дар расонаҳои русӣ ҳамин гуфта мешавад ки дар ин мулоқот сарони кишварҳои иттиҳёди давлатҳои мустақил масъалаҳои мубрами рӯзмарраро дар фазои ғайрирасмӣ муҳокима хоҳанд кард эмомалӣ раҳмон бори охир 2 ноябри соли ҷорӣ ба русия сафар карда бо путин мулоқотҳои дуҷониба дошт коршиносон дар давоми як моҳ ду маротиба ба русия сафар кардани эмомалӣ раҳмоновро бесабаб نمیدانند با اطلاع رسانه ها نشستی سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل هر سال در آخری ماه دکبر برگزار میگردند و سال گذشته نیز روزهای 26 و 27 دکبر در شهر سنگ پتربورگ برگزار شده بود اما با گفته تحلیلگران اگر چی این نشست همه ساله انجام می شود ولی پس از شروع جنگ روسیه با اوکراین و تحریم شدن این کشور از جانب امریکا و غرب پوتین هرچی بیشتر تلاش دارد کشورهای عضو ایتیادی دولت های مستقل را به خود نزدیک تر کند و این پس از که دومی سال ملاقاتی او با رهبران این کشورها بیشتر شده است. حسب امروز 20 دکبر نرخ گاز مایه که از همه سر ترین نوع سوزشواری ماشین ها به حساب می رود در بعض شهر و نواحی تاجیکستان کم ارزان شده است. بنابر اطلاعات سپوتنیک تاجیکستان نرخ این نوع سوزشواری 50 تا 80 دیرم ارزان شده است. تا امروز آن در نقطه فروشی سوزیشواری شهر نایه های ویلایت سوخت 7 و نیم و 8 سامان و 8 دیرم فروخته می شد و حالا تا 7 سامانی پایان فرامده است. بعضی مسئولان نقطه های فروشی سوزیشواری گفتند که در دامی هفته جاری نرخ یک لخت این سوزیشواری کمی ارزان شد و از این رو نرخ چکنه نیز پایان فرامد. مراد اورونوف یکی از رهبران شرکت های تامینات نقلیات در شهر خوجند در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان گفت که هر کیلو گاز مایع را شرکت های فروشی با قیمتی کمتر از 12 سومانی دسترس کرده ایستادند پیشتر نرخ یک تا به 13 سومانی بلند شده بود هر قدری که نرخ یک بار ارزان دسترس شود فروشی چکنه همان قدر پایان می شود. با وجود ارزان شدن این نوی سری استعمال سوزشواری همانو در قیاس با سال گذشته خیلی گران باقی می ماند. حالا نرخی گزی مایه اگر هفت سامانی شده باشد در قیاس به همین دوره سال گذشته نرخی آن تا پنج نیم سامانی بود. اما بنزین باشد حالا در تابلوهای بنزین فروشی نرخی یک لیتر بنزین ای نوی ای 92 ده سامان و شست دیرم است که در قیاس به همین دوره سال گذشته این بنزین از 7 تا 8 سامان و ده دیرم داشت. و نوی ای 95 که حالا 11 سامانی نرخ دارد سال گذشته 7 سامان و 8 دیرم تا 8 نیم سامانی فروخته می شد. و اما سوزشواری دیزلی که حالا ارزشیان 11 سامانی است این سال نیز ارزان نشده قریب به همان نرخی سال گذشته باقی مانده است. از زمانی که نرخی گزی مایل در کشور گران شد راهکیرا برای مسافر کشانی نیز بالا برده شد. دلیلی گران کردن راهکیرا را صاحبان ماشین ها به گران شدن گز رب می دادند. اما حالا که گز کمی ارزان شده است کاربران میپرسند که گاز ارزان شد راکی چی؟ ولی تا حال هیچ تغییرات و مقصد ارزان شوی در نرخ راکی ها دیده نشده است. این در حالش که خدماتی زیدی این سوری تاجکستان ماه آگوست سال جوری در نشستی مدباطی گفته بود که در شش ماه اولی سال جوری 207 از ده هش هزار تانه گزی ماه با مبلغ 83 از ده میلیون دلار و با نرخ میانه 403 دلار برای یک تانه به کشور وارد کرده شده است. اون زمان گفته شد که این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 114 دلار یا 22 درصد کاهش یافته است با اطلاع مقامات رسمی کشور از مقدار عمومی گاز مایع وارد گشته به تاجیکستان 73.5 درصد به قزاقستان 24.7 درصد به روسیه و 1.9 درصد از ازبکستان راست می سفیر ایران در تاجیکستان علی رضا حقیقیان روز چهارشنبه بیستمین ماهی دکبر با رئیس دادگاه عالی تاجیکستان رستم میرزازاده ملاقات کرد تاور مرکزی مطبوعات سفارت ایران در تاجیکستان خبر داد در این ملاقات جانبها در مورد تحکیم روابط دو کشور در همه ساحه‌ها و بخصوص در ساحه اقتصاد و تجارت گفتگو کردند گفته, کردن. گفته سفیر ایران در این دیدار ضمن اشاره به همکاری‌های دادگاهی بین طرفین مهم بودن حمایت دستگاه های قضایی دو کشور از فعالیت های متقابل اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌گذاری را در توسعه همکاری های دو جانبه تاکید کرده است. یا دار که پس از شرکت محیدین کبیری در نشست در تهران سال 2016 روابط تاجیکستان و ایران خیلی تند گشت. اما پس از چند سال دیگر برای این روابط از سر گرفته شد و حالا آن تحکیم میابد. جانب ها در ملاقات های خود بیشتر بالای همکاری های اقتصادی و قضایی دقت می و گفته برخی تحلیلگران از بس که ایران همچون پشتیبانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محسوب می شد و تاجیکستان این حزب را در سال 2015 بست و تروریستی اعلام کرد اکنون مقامات تاجیک تلاش دارند با تحکیم بخشیدن روابط دیپلماتیک شرط نامه بیشتری در ساحه قضایی داشته باشند تا ایران نفرانه که برای تاجیکستان نامطلوبن در خود راه ندید و آنها را بازداشت نموده به با تاجیکستان استرداد کند. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز بینندگانی از میتونید شرین این اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دو تیوی پیگیری و امتولیه کنید. آبونه در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاکی از دو تیوی را نیست فراموش نسازید. خیر دیدار